امروز ما بار دیگر توسط فیلم خیانت شاهد اون شدیم که اونهایی که از اول با این ملت دشمنی داشتند و به خصوص حزب نزهتی اسلام که با تمام اون حزب و حرکت های اسلامی و تروریستی تمام جهان اونها رابطه های همکاری داشتند که در این فیلم بسیار هم خوب انعکاس گردیده است و توسط این همکاری ها از داخل خود تاجیکستان جوانانی که اونها تحصیل مدیده هستند در شعور اونها یکون ذره محبت به وطن وجود نداشت اونها رو توانستند که با این حزب و حرکت ها همراه سازند و در خارج کشور با تعلیمات دینی و هم برای میدان هر گذر آماده سازند که چنین آدمان تبریک خودی پیشوای ملت تاکید می نماید اونها تروریست وطن مذهب دین ملت ندارند و برای او این ارزش های مقدس هیچ وجود داشته نمی توانند و طوری دیدیم خودی سرکرده حزب نهضت اسلامی بعد از عبدالله نوری امیدی کبیری توانسته است که در حدود جمهوری تاجیکستان صاحب هم منصب صاحب خانه صاحب چقدر انشاءات های غیر منفول گردد نو بسته از این هم خودش هم فرزندانش برای جمهوری ما خسارات های زیاد و هنگوف رسانیدند که آنها نابخشیدنی هستند و طوری که در اپیلوگ این فیلم می رود نفری که اشتباه می کند او بخشیدن ممکن است ولی نفری که خیانت می کند باید بخشیدن نخواهد شد و این خائنان ملت هیچ گاه بخشیدن نمی شود